با درود بر شما بینندگان محترم، هموطنان بزرگوار، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرجمه جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و در واقع 21 از ماه مارس. در روزهای دوشنبه حدود 1.5 ساعت در خدمت شما هست. معمولا ما سخن رو با حافظ شروع میکنیم که پیامبر پیامبران و فیلسوف فیلسوفان است. اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ شیراز برای شما بخوانم و بعد بپردازیم به بقیه مطالب. فرمود: من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها، توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم. عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده، سر فرو بردم در اونجا تا کجا سر بر کنم. لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فرس، داوری دارم بسی یارب چرا داور کنم. باز کش یک دم انان ای ترک شهرآشوب من، تازه اشک و چهره راحت پر زر و گوهر کنم. من که از یاقوت لعل اشک دارم گنج ها، کی نظر در فیض خورشید بلند اختر کنم. چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست، کج دلم خونگر نظر بر صفحه دفتر کنم. عهد و پیمان فلک دانیست چندان اعتبار، عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم. من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست، کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم. گرچه گردآلود فقرم، شرم باد از همتم گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. عاشقان را گر در آتش میپسندد لطف دوست، تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم. دوش لعلش عشوهی میداد حافظ را، ولی من نه آنم از این افسانه ها باور کنم. حافظ شیرازی. خدمت شما عرض کنم که به پایان اسفند ماه که میرسیم، در واقع در روزگار قدیم 50 روز به نوروز مانده، جشن سده بود. اونگه بیامده است به 50 روز پیش جشن سده طلایه نوروز نامدار آماده می شد. جشن سده عرض کنم که از جشنهای مهم بوده که بر اثر سموم اسلامی بر افتاده و شاید ما ایرانیان که چاره جز تکیه بر ستون نیرومند ایرانیت نداریم، بایستی یک روز این جشن سده را هم زنده کنیم. بعد از جارو کردن اهریمنان از وطن، جشن سده بایستی دوباره برقرار شد. اما نزدیک می شویم به پایان اسفند ماه و نزدیک شدن به تلیه نوروز، ما جشن دیگری هم داریم که متأخر است و آن ملی
کردن صنعت نفت است که به همه ما ایرانیان مربوط است. کسانی که در دوره های اخیر به ثروتی رسیدن و بعد این ثروت ها رو بار کردن و به خارج آوردن، اینها از برکت صنعت نفت بوده. از یعنی از سال 1908 اگر خطا نکنم قرارداد بسته شد. آقای دارسی نامی بود، عرض کنم که ویلیام دارسی، آمد ایران، 200,000 پوند انگلیسی داد و به کشف نفت بپردازد. این مرد یک در واقع کسی که مأمور شد زمینشناس بود و آقای دارسی ثروت خودش رو صرف کرد، به هیچ جا نرسید، پول قرض کرد به هیچ جا نرسید. دستور داد به دارسی، ببخشید به اون زمینشناس، که بساط جمع کن، اون چه قابل فروش هست رو جمع آوری کن از این تشکیلاتی که ما به ایران آوردیم و اون چه قابل فروش نیست بیانداز، تعطیل کن، ما ورشکست شدیم. این زمینشناس تعلل کرد، فرمان ارباب رو نادیده گرفت، چون داشت یک چاهی میزد که ناگهان این اون چاه در نفتون مسجد سلیمان نام شاه شماره یک به نفت رسید و نفت فوران کرد و اسارت ایرانیان به دست انگلیس ها در اونجا آغاز شد. البته در اون روزگار تحقیقات زمینشناسان نشان داده بود که نفت فقط در ایران هست، در عراق و در عربستان هیچ جای دیگه نفت نیست جز در ایران. و انگلیس ها در واقع چتر استعماری خود رو گشودن بر فراز خاک پاک ایران زمین و آنچه به ایرانیان میدادند در مقابل آنچه میبردند بسیار بسیار ناچیز بود و ایرانیان تن در داده بودند به این داستان. عرض کنم که و تا رسیدیم به سال 1933 زمان حکومت رضا شاه و رضا شاه آمد و عرض کنم 60 سال دیگر این قرارداد رو تمدید کرد که حالا من وارد جزئیات قرارداد نمیشدم چون از بحث ما به دور است، اما بسیار زیانبار بود. بسیاری از در واقع چیزها که میبایستی بعد از اتمام قرارداد دارسی به ایرانیان داده می شد اون هم در نظر گرفته نشد و با قلم تغییزاده این قرارداد تمدید شد. در واقع 32 سال بیش از قرارداد دارسی پیش رفت این قرارداد استعماری شرکت نفت ایران انگلیس و ادامه یافت، در واقع ادامه یافت تا میرسیم به دوران نخست وزیری دکتر مصدق و پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت. و انگلیس ها عرض کردم سودی که می بردن بیش از اون بود که بشود محاسبه کرد. در واقع مالیاتی که به دولت انگلیس می دادن بسی بیشتر از اون چیزی بود که به صاحبان اصلی این نفت میدادن در ایران. کار بالا گرفت، خلاصه سازمان ملل متحد رفت و به دادگاه جهانی در هیگ رفت. اونجا دکتر مصدق که در واقع یک حقوقدان بین المللی بود با تیم خود وارد دادگاه جهانی هیگ شد در هلند و در اونجا در واقع یادآور شد به دادگاه که این دادگاه توسط سازمان ملل متحد تأسیس شده، وظیفش داوری
بین دولت‌های مستقل است و به دادگاه گفت شما حق قانونی در باب قضاوت بین یک کمپانی شخصی که شرکت نفت ایران انگلیس باشد و یک دولت رسمی ندارید، جورستیکشن ندارید شما. و قاضی ها هم قبول کردن این سر و صدایی که به راه انداختن درست کنند، که معمولا عوام و ناس دوست دارن که حقایق رو کنار بیاندازن، افسانه سازی کنن که بله اون قاضی از بس قاضی خوبی بود، اون قاضی انگلیسی هم به ایران رأی ناد، چاره نداشت که رأی بدهد. اینا حق رسیدگی به این پرونده رو نداشتن، حق نداشتن. در قانونی که به دست اینها داده بود سازمان ملل متحد این بود که دو کشور، اگر یک کشور کشور دیگر رو ببرد اونجا، اینها مطابق با موازین قانون بین الملل اینها داوری بکنن. در اون قانون ننوشته بود که یک کمپانی شخصی میتواند یک دولتی رو ببره اونجا و قضاوت بگیره. دکتر مصدق یادآور شد که شما حق قضاوت ندارید. اونها به هم نگاه کردن، این قضات که معمولا 14 قاضی هستن، حالا در اون روز به خصوص چند قاضی حاضر بودن الان در فکر من نیست، ولی معمولا 14 قاضی نشینن اونجا، نگاه کردن به هم، یکیش انگلیسی بود، امروز هم باز یکیش انگلیسی است، انگلیسی هم بود. اینا گفتن آقا راست میگه، این آقا درست میگه، این در حد قدرت قضایی ما نیست. بنابراین حق رو دادن به تیم ایران، 6-7 نفری با خود برده بود ایشان به دادگاه جهانی هیگ و از اونجا آمدن و بعد سر و صداها شد و غیره و اینها. انگلیس ها بر نتافتن و از سبت که گفتن لشکرکشی میکنیم و چنین و چنان، داستانی که هزارها بار شنیدید دیگه، منجر شد به کودتای منحوس و اون کودتا ما رو به این روز انداخته. دنباله کودتا هر شبت که این داستان ملی شدن صنعت نفت فقط این نیست که یه ملتی آمده یه کمپانی انگلیسی رو بیرون کرده، نه، دست استعمار رو کوتاه کرده، غرور و شرافت به ایرانیان بازگردانده، ایران رو گردن فراز کرد در جامعه بین الملل. دیگران هم یاد گرفتن، اولین کسی که پیروی کرد از این کار ملت مصر بود با ملی کردن کانال سوئز، چون اینجا اینا اونجا فرانسوی و انگلیسی اونجا سودها داشتن، کشتی ها که رد می شدن عوارض می گرفتن به ملت مصر چیزی نمی دادن. این است که مصری ها هم در واقع به تبعیت از ایرانیان کانال مصر و کانال سوئز رو ملی اعلام کرد. بنابراین روز 29 اسفند روز بسیار بسیار بزرگی است. برادران تلویزیون دار ما در لس آنجلس از ترس اینکه مبادا این دوزار دشایی که می گیرن یهشون نیاد، نامی نمیبرن از قضیه. و واقعا این داستان بسیار بسیار ننگین است، بسیار بسیار ننگین است که در تقویم ایران عرض کنم که ما 29 اسفند رو فراموش کنیم. روز بسیار بسیار بزرگی بوده، روز غرورآمیزی بوده است برای ایرانیان، روز بزرگی بوده است برای ایرانیان، اما دوستان فراموش میکنند. به جز فحاشی و اراجیف گفتن به ملیون و به مردان بزرگ مملکت و کسانی که دل میسوزاندند برای این کشور، اینا وجه همتشون همین هست، فحاشی و توهین، چیزی که بلد نیستن، در توبره عقلشون دست میندازی چیزی در نمیاد جز فحش و توهین و از این حرفا. بماند روز 29 اسفند روز بسیار بزرگی است و این پولی هم که این آقایان توانستن بکشن بیرون و بیاورن هم حاصل زحمات همون مردان دلیر و دانایی است که
صنعت نفت و ملی کردن و یک کولی همه این کر و فری که رژیم های ایران داشتن و دست به کمر میزنند و سر و صدا میکنند و از میکنند، یعنی بابت همین پول نفت است که از ثروت که ملی شده بود و یک چیزی آمد، چیزی نمی آمد، پولی نمیدادن به ایران بابت نفت. باری این مطلبی است که ما بایستی هر 29 اسفندی در بابش صحبت کنیم، یادآوری کنیم و اون مردان دلسوز ایران دوستی که در این راه گام گذاشتن و غرور ایرانی رو برکشیدن و حق ملت رو گرفتند از یک نیروی استعمارگر خارجی، اینها رو بشناسیم، این مردم رو بشناسیم، این واقعه رو بشناسیم. که حالا داستان در اطرافش زیاد هست، این یک موضوع خیلی 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 مهم نیست. بعد میرسیم به نوروز. نوروز از پس صده ها و هزاره ها نوروز فرا میرسد و این بار تعجب میکند این پیر نوروزی از دیدن جغدهای شوم، از دیدن جغدهای شوم، چون این پیر نوروزی خشایار شاه دیده است، دلاوران بزرگ، مردمان خوشحال در ایران زمین، ایران آباد امروز آمده است و جغدهای شوم عمام به سر از سواحل عربستان میبیند که بر ایران زمین حکم میرانند و ملت رو ذلیل کردند و شادی و نشاط رو برانداختند و داستان گریه و ناله و زاری بر حسین و حبیب ابن مظاهر و اینها را انداختند و ثروت ایران رو به صورت خشتهای طلا میبرند بر قبر مالک اشتر و عرض میکنن که حبیب ابن مظاهر و مادر وهب و حر ابن ریاحی و اینها داستان بدین. و از این پیر نوروزی در حیرت مانده حتما که اینجا کجاست، مگر اینجا ایران زمین نیست؟ تخت جمشید که اینجاست، من یادم آمدم اینجا، خشایار شاه اینجا از ما پذیرایی کرد، و چه شد؟ اینها کیستن؟ ممکنه سکته بکنه پیر نوروزی باری. و اینها در واقع از زمانی که پای نحس اینها به خاک پاک ایران زمین رسید، اون دزدان نخستین، تا این دزدان امروزی خصومت غلیظ و شدید علیه مردم این سرزمین و علیه سنن این مردم به کار بردن تا به امروز. تا به امروز بسیاری جشن ها رو برانداختن. ایران کشور جشن ها بوده، شما به تقویم ایران نگاه کنید، در روزگار ساسانی چه مایه، چون ایران کشور شادی و نشاط بوده، در اندیشه زرتشت کبیر آباد کردن گیتی، شادی و نشاط، اینا جز لاینفک مراسم و مناسک اون دین بوده. ای کسی روزه میگیره پورو مسخره میکردن، میگفتن این مردک بیار افتاده روزه میگیره، اینجا کار نمیکند، کسی که روزه گرفت که کار نمیتواند بکند. اما در آیین حنیف و شریف اسلام قرار نیست که ما کار کنیم، که قرار است دستورات الله رو اجرا کنیم، یه ماهش هم گرسنگی بخوریم، بعد که گرسنگی خوردیم و یه ماه گذشت، چماقا رو برداریم بریزیم سر اونا که دارن بگیریم بخوریم. نگاه کنید آقا، نگاه کنید در قرآن شریف، ببینید یه بار کلمه کار پیدا میکنید. اگه هنوز برید دنبال کار، تولید کنید، حمله نکنید، ابدا کار نکنید، روزه بگیرید، حمله کنید، هر کی داره غارت کنید، بخورید. این هر چه که
طریق زندگی است که پیشنهاد میکند. تا زمانی که اینها میتوانستن غارت بکنن اوضاعشون درست بود. به محض اینکه دزدی دزدی تعطیل شد، به فقر و بیچارگی افتادن 53 کشور اسلامی، یکی از یکی فقیرتر جز پمپ بنزین ها. این هم یک جور دزدی است، دزدی حق آیندگان. از همون ابتدا شروع شد قضیه خصومت. این منصور، ابو جعفر منصور دوانیقی یا دوانیق، این آمد به برمکی بزرگ، گفت آقا ما داریم بغداد رو میسازیم اینجا، شما مصالح این رو، این مدائن رو خراب کنید، مصالحش رو بیارید. بربکی میگوید آقا این ساختمان خیلی محکمه، در ثانی مخارج خراب کردنش بسیار زیاده. گفت تو چون مجوس هستی، نسل اندر نسل داری دفاع میکنی از آثار مجوس، آدم های دیگر فرستادیمش کلنگ زدن اینا. گفتن آقا راست میگه، خیلی محکمه، نمیشه، خرج داره، خرج داره خراب کردن این مدائن، و از جای دیگه آوردن. و بعد خب گسترش پیدا کردن اینها. بعد از 20-30 سالی رسیدن به گرگان و ماوران نهر اونزو، و مرتب قطار اندر قطار اموال مسروقه ملت میرفته، اول به مدینه، بعد میرفته عرصبت که کوفه، و بعد به دمشق، و بعدم به بغداد، تا سال 676 که دوزای جرارتری پیدا شدند و اونها مغولها بودند و دکان اونها رو تخته کردند، و آخرین خلیفه بغداد جانشین رسول الله رو لای نمد پیچیدن و گردنش رو خرد کردن، و داستان تمام شد، یک زمینه فراهم شد که دوباره ایران ایران بشود، ایرانی که ما میشناسیم امروز. یادگار صفویان هست، یادگار صفویان، و حاصل بر افتادن حکومت بغداد. اینو بار دیگر هم خدمتتون گفت. خب ما تبریک مجدد داریم خدمت هموطنان بزرگوار و همه کسانی که نوروز رو جشن میگیرن. رئیس جمهور تاجیکستان گفته است زادگاه نوروز تخت جمشید است، و باعثی نوروز در واقع جشن بزرگ در تخت جمشید گرفته بشود، و حرف درستی زده. از جمله کارهای دیگری که کرده است این رئیس جمهور تاجیکستان، تراشیدن ریشوهاست و قدغن کردن نامهای عربی است. گفته است اینجا ما نام های آریایی داریم، سمیه و سکینه و این چیزها نداریم، نمیدهن شناسنامه. هر کس هم ریش بلندی بگذارد، مثل همین وهابی ها و داعشی ها، سر چهار را اونجا سلمانی آماده است، ریش رو میتراشن، پاک و پاکیزه میفرستن منزل. داستان جالبی است. خدمتتون عرض کنم که یک خبر دیدم، استاد شجریان بیمار هستن متاسفانه، دیدم سرشون رو تراشیدن و یک پیامی دادن. لطفاً اگر این پیام در اختیار شماست، سفر عزیز پخش کنید برای هموطن. بله آها، به هر صورت در این تصویر که میبینید آقای شجریان میگوید که من یک همراه دارم که منظوری شاید بیماری باشد، به همراه من است، و به شوخی میگوید به من گفته است که از موهای سر خود رو بزنید، من زدم، و
میگوید من در اینجا هستم و بعد به جوانها پیام فرستاده است که امیدوارم جوانها با استعداد و آرزوهاشون برسن در سال جدید و یک ذکری میکند این استاد از مشکاتیان و لطفی و گویا یک نقاری بوده است بین ایشان و محمد رضا لطفی و استاد مشکاتیان که ایشان لازم دیده که یادآوری بکند و میگوید دل من برای این دوستانم تنگ شده است. گویا بیماری استاد شجریان طوری که ما شنیدیم سرطان کلیه است، طوری که ما شنیدیم، اونطور که شایع است. ما آرزومندیم که این استاد بزرگ آواز ایران بهبود حاصل کنند و به آغوش خانواده و ملت بازگردند. شجریان شخصیت ملیش رو نشون داد در ماجرای جنبش سبز و خیلی محکم مقابل اهریمنان ایستاد و وجهی که داشت بسی بالاتر رفت. مردم ما قدردان هستند از کسانی که از حقوق اونها دفاع میکنند یا مقابل دشمنان ملت میایستند. آقای شجریان هم چنین کرد در این داستان جنبش سبز، خیلی محکم مقابل ملایان ایستاد. بله. و بعد در روزگار قدیم در نزد شاهان ایران زمین هر کسی بر ایران پادشاه می شد، رسم بر این بود که هنگام نوروز به شکرانه رسیدن سال نو زندانیان را آزاد می کردن. زندانیان را آزاد می کردن، حالا بستگی البته به جرمش داشت، اما حتما در دستور کار شاهنشاه ایران بخشیدن زندانیان بود. این عرض کنم که کرکس های لاشخور آزاد که نمی کنن هیچ، کسانی که می روند اونجا به دیدن فرزندان کتک هم می زنن، کتک هم می زنن، ضرب و شد در زندان که فلان فلان شده اینجا چه میکنید. خلاصه خدمت شما بگم که اون چه لات و چاقوکش و اون چه آدم های بی اصل و بن و جنایتکار بوده در این رژیم مشغول کار هست. انتظاری از اینها نباید داشت. کودک زدن گویا تعدادی رفتن دم زندان که آقا بچه همونه میخواییم ببینیم پوش و کودک و اینها که بورتونه گم کنین از اینجا. پیامی هم هست که مادران دادن، تعدادی از مادرانی که بچه هاشون زندانی هستن، من خواهش بکنم سفر یک موسیقی پخش بکنن و بعد پیام مادران رو پخش بکنن و امروز شاید با شما هموطنان صحبت کنیم، نظرات شما رو در باب نوروز بشنویم تا چند دقیقه دیگر. جوانه ها به نشانه تغییر فصل پدیدار شده در این روزها که خورشید طلایی در آسمان می تازد و بر سرما و تاریکی پیروز می شود، در آستانه نوروز عید پرواز جمشید جنب سوی خورشید برای مردم میهن من، خصوصا دختران و پسران جوان، سالی پر از نیکبختی و دلخوشی آرزو میکنیم. سالی که سرمنشه آزادی و آبادی میهنمان باشد، سالی که با اتحاد و همدلی
قول اعدام و شکنجه را از کار انداخته و بساط چوبه های دار از سراسر این سرزمین برچیده شود. سالی که دادخواهی آسیب دیدگان به بار نشسته و قوه قضایی موظف به پیگیری و مجازات عاملین قتل فرزندان ایران، چه آنان که پشت میله های زندان اعدام، چه بر کف خیابان ها خونین و مالین و چه آنان که زیر شکنجه کشته شدند گردد. مجازاتی عادلانه و انسانی، چرا که معتقدیم رعایت حقوق انسانی برای تک تک افراد بشر واجب است، حتی برای قاتلین فرزندانمان. سال جدید را نوید بخش اتحاد و به هم پیوستن پدران و مادران و بازماندگانی که فرزندان برومند و عزیزان و جوان و زیبایشان را به جفای ظالمان از دست دادند دانسته و مشتاقانه چشم انتظار به هم پیوستن جویبارهای کوچک شفقت و دستهای دادخواهان هستیم. به رسم روزگار ظلم پایدار نمی ماند و خواهی نخواهی خون مظلوم خواهد جوشید. در زیباترین روزهای سال، در بهار و نوروز، برای همه انسانها شادی و لبخند آرزو می کنیم. با اینکه لبخندمان از سر تلخی است، با اینکه ریشه شادی در قلبمان خشکیده، با این حال همراه با مردم نوروز را ارج نهاده و روزی نو و برگی تازه در دفتر تاریخ آزادی خواهان آرزو می‌کنیم. همچنین از خدای دانا و توانا می‌خواهیم که بدکرداران را به راه راست هدایت کند. در غیر این صورت به جبر تاریخ جز بدنامی و ننگ چیزی از نامشان باقی نخواهد ماند. پیشا پیش سال نو، بهار نو، ماه نو و روز نو را به ملت بزرگوار و مهربان ایران و همه انسانهای نیکندیش و همراه تبریک و تهنیت میگوییم. اعضای مادرانه، مادر اوسانلو، شهین مهینفر، اکرم زینالی، منصوره بهکیش، سیمین ایوززاده، شعله پاک روان، شهناز اکملی، حوریه گلستانی، حوریه فرجزاده تارانی و یارانی که همواره در کنارمان بودند بی نام و نشان. عرض کردم تصور بفرمایید از لحظه‌ای که یک مادر منتظر تولد یک کودک هست، روز و شب پاسداری باید بکند مادر تا این بچه به راه بیفتد و برسد به سنینه که در واقع نمیدونم حرف بزند. چه فرایندی هست تا به یک جوان برومندی تبدیل بشه؟ بعد 18 سال، 19 سال، 20 سال چشم و چراغ یک خانواده و یک اهریمنی به خاطر منافع خودش دستور بدهد بکشید، بکشید این دشمنان اسلام را. آقا کدوم اسلام را؟ چه کسی با اسلام دشمنی؟ که این اسلام که یورت و پورت، به قول عوام میگن یورت و پورت، یورت و پورت ما رو خورد. آقا 1400 ساله که ما داریم باج میدیم به اسلام، به شما مفتخورام که ملت ایران هزار چند ساله این آخوند به وجود اومده، 1200 سالی هست شما که هرچی ملت داشت خوردید. دیگر چه بدهکاری هست به شما آخوندها که رئیستان میگوید معدوم کنی دشمنان اسلام را؟ حالا این کنار کیا رو میگفتن؟ نمیدونم، در 20,000 نفر بچه های ایران، جوانان پرغرور که بر یک عقیده بودن، بعد 3 نفر جانی که یکیش الان نمیدونم رئیس دادگستری است، آقای پور محمدی که دراکولا واقعا
پیشش خیلی 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 وجیه بود و دلنشین بود ظاهرش، اینا رو فرستادن اونجا بر عقیده هستین یا نیستین، نابود کردن دشمنان اسلام را. خود اینها عرض کردم از اهل دین، اگر شما خیلی 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 علاقمند به اسلام عزیز و دستورات رو عرض کنم که فقهش هستین، عرض کنم اصل و فرعش هستین، باید سعی کنید که این اسلام رو از دست آخوند نجات بدهید. یک حیثیتی داشت بالاخره آیین ملت شده بود که البته اسلام که نبود، شیعه‌گری بود، چون مسلمانان کسانی که اسلام واقعی رو پی گرفتن شیعیان رو کافر میگوین. یه چیزیست که از هر من شمس هست، اما این حیثیت اون شیعه‌گری رو اینا بردن در راه قدرت. پیش از این گفتم وقتی شما یک شاهزاده رو به شاهی میرسانی، ملت ناراضی خیلی راحت میتوانند این حکومت رو بگیرند، چون میگویند آقا نمیخواهید خداحافظشو. اما وقتی گدا رو گدای 1200 ساله طماع رو شما شاه میکنید، این از دست این از دست گدا شاهی گرفتن خیلی خیلی کار سخت. این بمب هایی که عرض کنم اسد به سر مردم میریزد، بشکه های تی ان تی میریزد تو بیمارستان ها و اینها، به مشاورت اینهاست. این نمایشی که از قدرت اینا میدن به ملت میگویند که شما فکر نکنید که یه روزی از شر ما راحت خواهید شد. نه، ما گدایان دستبردار نیستیم به هیچ وجه من وجود. تا در این مملکت ثروتی هست و نفتی هست و مسی هست و نمیدونم آهنی هست و درآمدی هست، ما هستیم. هیچ رژیمی از این نوع جنایات در حق مردمش انجام نداده والا. یک عده هم دل خوش کردن به اصلاحات. الان چندین سال است آقا اصلاحات آن است که اینها نباشند. با بودن اینها که اصلاحات میسر نیست. شما به این قانون اساسی نگاه کنید، خنده آوره. از ابتدا تا انتها ارتجاعه، از ابتدا تا انتها سلب حقوق ملت است و دادنش به آخوند. زمانی قرار شد که مجلس مؤسسان بشه و اینها، یک مرتبه اون بهشتی برادر دراکولا آمد گفت این انقلاب اسلامی است و کسانی که البته می آیند برای قانون گذاری متخصصین باید باشند. یعنی چی؟ یعنی که ملت که متخصص نیست که، آخوند باید باشن. از همونجا این انقلاب مردم که برای آزادی بود به سرقت رفت. و ملت یک سره از صحنه سیاست بیرون رفت. چیزی در دست ملت نیست. دانایان ایران، متخصصان ایران در گروه های 1000 و 10000 نفره در سال دارن خارج میشن، میان به این آمریکا، میرن به اروپا، میرن به کانادا، جاهای دیگر، و حکومت رو دست آقایان است و اینها در
تصورات هولناک خود مرور کردند بر حکومت معاویه و یزید و حق علی که خورده شد و اینها میخوان انتقامش از ملت ایران بگیرن. یک اشاره میخوام بکنم به آقای میرآفتابی عزیز. گفتم خدمتتون که سرمایه های اصلی یک جامعه سرمایه های فرهنگیش هست. ما ایرانیان اگر در خیابان راه میریم و به ایرانیت خودمون افتخار میکنیم، این که به خاطر چاهای نفت آقاجاری نیست، این به خاطر فرهنگ ایران هست، سابقه تاریخی ما هست و این فرهنگیان بودن که من کشور رو نگهداری کردن و آثار اونها رو از قدیم به آیندگان منتقل کردن. قلم به دست ها، شعرها، فضلا. دوست عزیز ما آقای مرتضی میرآفتابی مدت ها در لس آنجلس نشریه بسیار خوبی رو منتشر میکردن، نمایش نام نویس هستن، اهل قلم هستن، مرد بسیار محترم، دچار سرطان شد و کتاب ها از ایشان چاپ شده است. این تصویر آقای میرآفتابی است که امروز تنها در کنج انزوا نشستن در خانه. من از شما هموطنان خواهش میکنم میرآفتابی رو پشتیبانی کنید، زنگ بزنید و آثارشون رو خریداری کنید. تلفنشون رو من اینجا اعلام میکنم، 949-770-76-90 949-770-76-90 وقتی که انقلاب شد بسیاری از اهل قلم گریختن از ایران، به لحاظ اینکه در اون فضا که کار هنری نمیشود کرد، از دکتر محمود عنایت بگیرید تا اسماعیل خویی، آمدن به خارج. خب حرفه یک شخصیتی مثل خویی چیست؟ خویی شاعر است. مرتضی میرآفتابی نویسنده است. محمود عنایت نویسنده و روزنامه‌نگار باید چه بکنن در این سنی که خارج شدن از ایران؟ آیا میسر است که محمود عنایت مثلا برود در پمپ بنزین اونجا کار بکند یا بیل باغبانی کند، کنار دم هوم دیپو بایستد، برود عملگی؟ این وظیفه جامعه است که بگوید آقای محمود عنایت، شما یک عمری به ما خدمت کردید، قلم زدید، امروز که روزگار ادبار هست و روزگار بدبختی و گرفتاری هست و میدان بر شما تنگ شده است، ما مردم شما رو پشتیبانی میکنیم، شما ناراحت نباشید. سبر جان تلفن رو اعلام کنید، تلفن سرزمین جاوید رو تو هموطنان صحبت کنیم، 972-292-0101. ببینیم هموطنان ما در این فضای نوروزی چه میاندیشن در باب ایران و در باب اوضاع احوال و با هم صحبت کنیم. آقای اوباما هم با یک تعدادی از سیاسیون به کوبا رفته بودن، من که می آمدم خدمت شما اونجا مشغول سخنرانی بودن. آقای راول کاسترو سخنرانی طولانی کرد و بعد هم آقای اوباما داشت از در واقع حسن نیت امریکا در ارتباط با کوبا صحبت می کرد. شما می دانید بیشتر از 50 سال است که بین کوبا و الو. سلام بر شما قربان، بفرمایید. عید شما مبارک باشه. عید شما مبارک عزیزم، بفرمایید. جناب استاد مشیری،
تشکری داشته باشم از جناب شما. خواهش میکنم عزیزم. از خدمتی که جناب استاد شما خوشتون از این حرفا نمیاد، ولی من وظیفه انسانی خود میدانم، چون ما از شما خیلی آموختیم، از شما خیلی یاد گرفتیم. انسانی خود میدانم که این روز عید از طریق تلویزیون که تمام دنیا شنونده دارد، من میخوایم که سپاسگزاری کنم از جناب شما و برای شما عرض کنم استاد محترم که جامعه فارسی زبان، کاری که شما برای جامعه فارسی زبان انجام میدهید، صدها سال و قرنها سال دیگر ای به تاریخ ثبت میشه جناب استاد. و خدمت شما عرض کنم که صدها سالم باید بگذره که تا یک مشیری دیگری بیایه. چنانچه یک روز من یک روبایی دست سنایی به شما خوندم که قرنها باید که بگذرد تا پاشته بود، دیگه دوباره تکرار نمی کنم، قرنها باید بگذره که تا یک مشیری دیگری بیایید. جناب استاد این حرفام برای شما نیه، این حرفام برای شنونده های شما هست که قدر شما رو بدانند، شما رو می دانند ولی بازم بیشتر بدانند. من تا حالا جناب استاد شما رو ندیدم، متاسفانه که بکنم، چون من در اورنج کانتی هم نیستم، در تمیکولا هستم، شرکت نتونستم متاسفانه شما رو ندیدم، ولی از طریق تیوی با شما آشنا هستم. تولد ایران هم نیستم که حالا ایرانی ها، برادران ایرانی ما بگم گمپرستی یا خشخوری یا قومی یا آقای مشیری پسر خالی آقای مشیری، خدا شاهد من در ایران تولد نشدم، من در افغانستان تولد شدم. بله. به هر صورت جناب استاد میخوام برای شنونده ها شما بگم که جناب استاد مشیری یک تنه، همینجور که خود اینا میگن من اپوزیسیون یک تنه هستم، یک تنه به جنگ خرافات میره، یک تنه با کورمغزان، با کوردلان، با کوردلان تاریخ که هزارها هزار سال بر ما حکومت کردن و بر ما ظلم کردن، این مرد بزرگ یک تنه به جنگ اونا میره، جان خور به خطر انداخته. چنانچه من توی یوتیوب دیدم که چند بار با استاد مشیری میخواستن حمله کنن و میخواستن آقای استاد مشیری رو خدای ناکرده از بین ببرن. خب الحمدلله که این اتفاق نفتاد. جناب استاد چی خوشتون بیای از این حرفام، چی بدتون بیای، چون شما یک آدم فرزانه هستین، یک دانشمند هستین، دانشمند هیچ وقت نمیخواید رو تعریف کنن. من این پیامم برای تمام شنونده های فارسی زبان بود، برای تاجیکستان، افغانستان، ایران، ترکیه، همه جای دنیا، که مشیری دیگه نمیاد. مشیری این یه مشیری هست و بس. خواهش میکنم، من خواستم این روز عید این حرفای دل خود بگم و از شما جناب استاد خیلی آموختم، از شما خیلی آموختم، خیلی یاد گرفتم، دیگه بیشتر مزاحمتون نمیشم. عید شما مبارک جناب استاد. عید شما خیلی خیلی سپاسگزار. چی فرمودین؟ خلاصه خبر. هموطنان گرامی، سپهر اعلام کرد که خلاصه خبر رو پخش میکنند که دو دقیقه است بعد برمیگردن. از تو پاش بفرم خبر پخش شد، میتوانید به تلفنی که ملاحظه میکنید در زیر صفحه زنگ بزنید، هموطنان با شما صحبت کنید، ما اینجا متکلم وقته نباشیم، حتما سوالات بسیاری هست. الو، درود بر شما قربان، بفرمایید. من هرچی میخواستم حاضر کرده بودم بگم، این برادر افغانی شما رو خیلی ازش ممنونم. خواهش میکنم. روز ملی شدن نفت و رسیدن نوروز باستانی و همچنین تولد مبارک خود شما رو، خواهش میکنم، تبریک بگم امروز و هرگز فراموش نمیکنم این هدیه‌ای که طبیعت به مردم ایران داده. ممنونم آقا. سالها زنده باشیم، بعدم سعادت داشته باشم که شاگرد شما.
مخلص شما عزیزم، لطف میکنید. خیلی خیلی ممنونم از شما عزیزم، متشکرم. هلو هلو جانم بفرمه قربان. میخواستم اولا سپاسگزارم ایدو به شما و همه هموطنان و همزبانان تبریک بگم. میخواستم یه توضیح کوچیک جانم خبری که در مورد آقای پخش شد، این چیزی که پخش شده بسیار سوال برانگیزه، چون یک باره بدون اطلاع گفته شده و اصلا معلوم نیست کجا تهیه شده و نوایی که اومده بیرون دو روز پیش هیچ کس هیچ اطلاعی دیگه این نداده که ایشون اولا در بیمارستان هست، کدام بیمارستان هست و اون صحنه ای که از آقای شجریان نشون داده میشه با اون یقه کج و با اون وضعیت، با اون وضعیت محقق هیچگاه در تصاویری که ازشون پخش شده بود دیده نشده بود. به هر حال میخواستم بحث کنم به ظن قریب به یقین این تحت نظر سازمانهای اطلاعاتی تهیه شده و کدهایی را اگر اون رو پخش بفرمایید و کدهایی که داره کاملا مشکوکه، این که از من خواستند که سرمو بتراشم، برام نشون دهنده اینه که خب بطن ربطی به سرطان نداره. ضمناً سرطان کلیه ایشون 5 سال پیش عمل شده و به هر حال من از همینجا میخواستم خواهش کنم هموطنانی که از ایشون خبر دارن، اگر اطلاع دارن کدام بیمارستان هست، اقلا تماس بگیرن با شما و کم کیف قضیه اطلاع بدن. خیلی که خب همونطور که حد زده میشه ایشون تحت اختیار وزارت اطلاعات و یه دستگاه های امنیتی و در یکی از خانه های امن بازداشت شده باشه. خیلی ممنونم عزیزم، متشکرم از شما. متشکرم. هلو بفرمه قربان. خواهش میکنم عزیزم، صداتون پخش میشه، بفرمایید. من رافی هستم، خدمتتون میخوام عید نوروز رو تبریک بگم. رافی جان، رافی جان عزیزم، بگو بگو نازنین، بگو رافی جان بگو. فقط آرزوی سلامتی میکنم برات، برای اینکه همه چی داری. ممنونم عزیزم، عید خوش گذشت. عید عالی بود. عید شما چگونه گذشت؟ خانوادگی بودیم و بعد نبود دیگه، این سنتی که باید اجرا بشه ما اجرا کردیم. بسیار بسیار عالی. از قول من به خانواده سلام برسون رافی جان، تبریک عید بگو. حتما سلام میرسونه خانواده. قربون شما. زنگ بزنیم تبریک بگیم خدمت. ممنونم، هر مطلبی دارید بفرمایید رافی جان. چیزی نه، به حضوری همه چی گفتین شما، باید فقط گوش بدین. ممنونم. همه چی گفتات همه هست و همه چی هست و ما لذت میبریم میشنویم. قربونتون برم عزیزم، ممنونم رافی جان. قربونتون برم عزیزم، لطف کردی عزیزم، تصدقه. قربون شما برم. هلو هلو، در باب آقای کارپتیان، رافی عزیز، دوست نازنین من، ساکن ویرجینیا هستن و نان در واقع کارخانه تولید نان دارن و بسیار موفق هستن و شخصیت های ملی واقعا رافی و دوستدار ایران و در اون حوزه ویرجینیا، واشنگتن، کسانی که هستن رافی رو میشناسن و در تمام حرکت های اجتماعی و ملی که هست رافی همیشه مشارکت داره. من از این دوست عزیز سپاسگزارم. بله
این مطلبی که شما در باب جناب شجریان فرمودی دوست عزیز، نه اینطور نیست، چون خانمشون هم اونجا هستن. حدث من این هست که ببخشید میسکیم تلفن داره زنگ. هلو، سلام بر شما قربان. مشیری هستم، بفرمایید عزیزم. جانم بفرمایید. سوالی دارم در رابطه با این که اولا سال مبارک، سال نو همه هموطنانم مبارک. ولی میخوام بگم آیا خدا ما رو آفریده یا ما خدا رو آفریدیم؟ خوب سوالی کردی، خوب سوالی کردی، آیش میکنم. خدمت شما عرض کنم که یک یونانی چند صد سال پیش از میلاد گفت انسان متر جهان هستی است، یعنی همه چیز توسط انسان اندازه گیری میشه. اگر که انسان روی این کره زمین نبود، هیچ چیزی صاحب نام نبود. جهان بود اما نامی نداشت، هویتی نداشت. شما میدونید که جمادات ابتدا آمدند، بعد از جمادات درست کنند که گیاهان بودند، بعد حیوانات، بعد انسان. خلقت آخرین هست، نخستین فکرت پسین شمار فردوسی فرمود، یعنی اولین موجودی که صاحب تفکر هست پسین شمار، یعنی در سلسله مراتب خلقت آخرین هست. تویی میگوید خیشتن را به بازی مدار. بنابراین این انسان هست که نامگذاری ها رو میکنه. الو؟ بله. بنابراین آدم هست که نامگذاری کرد، گفت این درخت، این کوه، این دریا، و به یک در واقع تعبیر آدم بوده که خدا رو خلق کرده. اگر آدم نبود، خدا هم نه نامی داشت و نه هویتی داشت و اینها. اینا ساخته ذهن انسان هست در واقع. حالا اگر خدایی در یه جای هست و داره اونجا کارخونش کار بکنه، ما نمیدونیم. اما این نامگذاری ها کار ماست. هلو؟ جانم بفرمایید، بفرمایید قربان. درود بر شما عزیزم، بفرمایید. سال نو شما مبارک. سال نو شما مبارک. میخواستم از شما تشکر کنم که از بلیشنده ها به نوره ایمالیت میکنید، به خصوص که رجب آقایی میوافتن صحبت کردید. این من تمام زندگی شو صرف موازه با این دیشن تمام بلی با این حضب که شما از کردید. من متاسفانه کم در کچی رو لحظه نیرو بیدم که ازشو یاد بکنه و حال حتی اقلش اینه که کتاب باشنه بخرم. بله آقای میرافتابی رو میفرمایین. بله بله بود بیبخشید، من زیاد احساسات بیچه با من نمیکنم خوب حرف بزن. میدونم عزیزم، میدونم. دیدی برای تیم سرمایه ما سوال از این از دست برم، نمیدونم دیگه چه خواهش من بسته خب در میشه متوقف نمیشه جوانان و پیروان راهیشون پیدا خواهش و تراش هم ادام بدن. ولی حالا اینکه ایشون احتیاج به ما دارن، بله میشه که ما لاغل اون چی که از دست ما برمیاد بهشون کمک کنیم. درود بر شما، درود بر شما. تشکر کنیم شما اولین نفری هستید که اینو تو برنامه کنید و خیلی ممنونم. قربونتون برم. من برای شما خانواده آرزو میکنم خورم و شاد باشید، به خصوص سلامتی رو برای شما آرزو میکنم که ما از وجود شما هم استفاده کنیم همیشه. برای شما ممنونم عزیزم، متشکرم. روزتون بخیر. روز شما بخیر، قربان شما. هلو هموطنان گرامی،
تلفن دکتر میرآفتابی 949 770 76 90. این حس تنهایی و این حسی که یک شخص بیمار داره بعد از یک عمر کار کردن در یک جامعه، حس خرد کننده است. یک تلفن هم دل آدم رو شاد میکنه. ایشون اگه تنها نشستن توی یه آپارتمان و یک عمری نوشتن بود، دچار گرفتاری شدن. ما نمیتوانیم در واقع روی خود رو بگردانیم که به ما چه، به ما مربوطه، به ما مربوط هست. لطفا زنگ بزنید آقای میرآفتابی. الو جانم بفرمایید. بفرمایید عزیزم، بفرمایید. اینم از این دوستم، این از که لطف کنید زنگ بزنید. دو کتاب برای من فرستادن، یکیش داستان در واقع اظهار نظرهایی است که دیگران در باب ایشون کردن. این طرف هم عکس خودشون هست. این ستایش دیوانگی، نوشتن نگاه نویسندگان، شاعران و نقد نویسان برجسته بر آثار مرتضی میرآفتابی. این است که به ما مربوط هست که زنگ بزنیم و ازشون تشکر کنیم و آثارشون رو خریداری کنیم. الو بفرمایید. الو الو. بله بله تلویزیون فارس، بفرمایید. بفرمایید عزیزم، بفرمایید. شب شما بخیر دوست عزیز. شب نو به خدمت شما تمام بینندگان عزیز را تبریک می‌گویم. من خودم هنرمند نیستم ولی هنردوست هستم. من می‌دانم هر مدتی با فرهنگش می‌تواند مقاومت کنه در برابر اهریمنان. بله. من دارم به آقای استاد شجریان کدوع اهدا کنم. اگر احتیاج باشد گروه خون من گروه مثبت هم هست. اگر احتیاج باشد هم تا خدا نهدا کنم. چون من این شما به علت تنها به عنوان پدر، به عنوان استاد، به عنوان خدای خودم وظیفه دارم. بسیار بزرگواری میکنید عزیزم، بایستی بتوانید با خودشون تماس بگیرید. خب شما بعد از این برنامه به من زنگ بزنید، من تلفن شما رو یادداشت میکنم. بله بعد به من زنگ بزنید، بعد از این برنامه تماس شد به من زنگ بزنید. قربان شما عزیزم، ممنونم از شما. دقیقه وقت داریم، دو تا هموطن شاید بتونیم صحبت کنیم. الو الو جانم عزیزم بفرمایید. اولا که سال نو رو که بهتون تبریک بگم، هیچ واقعا بعضی داره که زنگ میزنن توهین میکنن نهایت اصلا توجه نکنی، فرمایش خودتون رو بکنی. توجه نمی کنی، منتها اگر سوالی دارن خب سوال کنن دیگه. توهین کردن کار بسیار زشتی، عیب نداره. انتقاد میتونن بکنن بله، ولی دیگه نمیتونن توهین بکنن. به هر حال آیا مشیری جانم، آقا ببین 37 سال رژیم جمهوری اسلامی هر آن چیزی که بلایی که باید بکت بیارن که تا حالا نیاوردن، چی فکر میکنی که به سر ملت نیاوردن؟ این همه دروغ، این همه بدبختی، این همه بی احترامی، این همه
میکنن، تماشا میکنن، چی کشون هم درد میاد. شاه فقیر کدوم در چند درصد این اعمالی که جمهوری اسلامی به توی این سی و هفت سال تو دوران شاه فقیر بوده، دوران شاهنشاهی آریامه، همینه که بالاخره بعضی راجبش مخالفن، راجبش خیلی مسائلی صحبت میکنه. آیا فکر میکنی اگر الان شاه بود مردم چه کار میکردن؟ دنیا رو میشکن توی دنیا. بله. چرا این مردم اینقدر ساکتن؟ چرا اینقدر مردم سکوت میکنن؟ آقا تو بحث این مردم چی رفته؟ مگه ما عادت کردیم فقط به دروغ شنیدن، به شاناتان بازی، به باشگیری، به زورگیری؟ آقا بعد دیگه چی به ذره ما نیاوردن که اینا باید بیانن که مردم منتظرشن که لاقل بلندشن یک کاری بکنن؟ این مردم دارن چه کار میکنن؟ مگه ما نزد همون تاریخی نیستیم که میگیم آقا ما چه تاریخی درخشانی داشتیم؟ یا تاریخ دروغ گفته، یا تاریخ نویسان دروغ نوشتن، یا همین که بیدیم که واقعا اگه ما نزد رو بچه ها هستیم پس ما هیچ از اون بر نمیاد، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. چطوری آقا جریان؟ بله عزیزم، این اجازه بدید جواب بدم خدمتتون چون وقتم هست. اجازه بدید. بله ببینید دوست عزیز، در 200 سال گذشته تغییب دولت ها از طریق تشکل و تجمع و احزاب بوده. متاسفانه ما ایرانیان خارج کشور با وجود کثرت عده و با وجود امکانات وسیع نتوانستیم یک حزب ملی، یک حزبی برای خدمت به مردم و در واقع آگاه کردن جامعه بین الملل از جنایات این رژیم به وجود بیاوریم. تقصیر خود ماست و من حیرت میکنم در روزگاری که من آمدم آمریکا کنفدراسیون فعال بود، به محض اینکه یک رجلی از ایران می آمد همه ارگانایز مرتب می رفتن و در واقع دمونستریشن می کردن، معترض بودن، اما همه اینا از بین رفته و من نمی دونم علتش واقعا چی هست. چون جنایاتی که این رژیم انجام داده نگفتنیست، اما متاسفانه همکاری هیچ نیست. هر کسی به طور مجرد حرفهایی میزند در حالی که بدون تشکل و بدون یک حزب در واقع مرتب و منظم و ارگانایز کاری نمیشود انجام داد. و آخونده هم سود میبرن از این داستان. از تنها چیزی که ملاها وحشت دارن از اتفاق و اتحاد مردم هست. اما اون اتفاق و اتحادی که ضرورت مبارزه با یه همچین رژیمی هست هنوز در مملکت ما وجود نیامده، در خارج هم وجود نیامده. خب وقت ما هموطنان گرامی تمام شد. از هموطنانی که توجه کردن روی خط آمدن سپاسگزارم. اینجا به اتفاق سیاوش و عباس دوستان عزیزم که نشستن از شما نازنینان خداحافظی میکنم و از سپهر بسیار سپاسگزار هستم که برنامه رو هدایت فنی کردن. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.